نمیدانم که این سطور نظم است یا نثر یا هر دو و یا هیچ کدام. نمیدانم، تنها میدانم فریادی است که سطر سطرش با خون نوشته شده و از عشق و جنون برآمده. مگر این دو همراه دیرین سرها و آبروها بر باد ندادند تا به تاریخ و زندگی معنی بخشند؟ بشنو صدای گل سرخ در غریب سکوت که موج و اوج تنینش به هر کجا رفته. نگر به ماه که بدر است در لیالی قدر، پیام روشن یاران به دورها رفته. نگاه کن به آسمان، نه به خاک، وضو گرفته گل سرخ در شبی شبناک. ببین به تپه و محراب سجده کن افلاک، چه سرخ گشته تن گل، چه پرشمیم، چه پاک. چرا نسیم چون این رنگ و بوی خوش دارد؟ میان راه چه کرده؟ ز سیم خاردار گذشته و خود رسانده به آنجا، به روی خرمن گلها کنار تپه تاک، مکیده عطر ز گلهای ریخته بر خاک. عجب نسیم چه چالاک گشته و بیباک. تو خاموشی که بخواند، تو میروی که بماند، که برنهان و که بیبرگ ما ترانه ترانه گریوه بدون در آن کرانه ببین، از این گریوه بدون در آن کرانه ببین. بهار آمده از سیم خاردار گذشته. یه جوان مرزم جوانی فریج اصاله با باتون با لگت با چکمه میزنن به سر و صورت و شکمش و اینا، فقط بخاطر این که اعتراض کرده گفتان حتی ها میخوام و رعی ها میخوام. در حال اینا خیلی درد و غره به خصوص برای من. از این گریبه به دور در آن کرانه ببین، از این گریبه به دور در آن کرانه ببین. بهار آمده از سیم خاردار گذشته، حریق شعله گوگردی بنفشه. چه زیباست، چه زیباست، چه زیباست، چه زیباست. عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی. بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان. چه خوب فصل زمستان و این همه گل سرخ. به دشت سرخ سپیدی برف ها زیباست. بیا بیا که از اینجا کرانه ها پیداست. بهار را به کجا طالبی؟ بهار اینجاست.